به نام یاد خدا، سلام و وقتم شما بخیر دوستان عزیز. خیلی خوش آمدین، خوشحال هستم از اینکه بازم با شما هستیم. تا ساعت دوسی با ما همراه باشین دوستان عزیز. در رابطه با موضوعی که امروز ما صحبت میکنیم، شیوه های صرفه جویی از برق است. راههایی را باید جستجو بکنیم تا بهتر از برق استفاده بکنیم، اگر نمیخوایم که هزینه زیاد بیاید و از لحاظ اقتصادی به شما مشکل ایجاد بکنم، پس بهتر استفاده بکنین از برق، یعنی اسراف نداشته باشین و صرفه جویی بکنین از برق. موضوع خیلی مهم است، موضوع خوب است و ما هم روی این همه راه ها و شیوه های بهتر استفاده کردن از برق صحبت میکنیم. با ما همراه باشین، همین موضوع امروز برنامه ما است. مهمان را هم با خود دارم، صحبت های بیشتر با مهمان برنامه ما می داشته باشم. آقای وحید الله توحیدی، رئیس نشرات شرکت برشنا، امروز با ما در برنامه هستن. بیاین صحبت های بیشتر در این رابطه با آقای توحیدی داشته باشیم. لحظات بعد اگر خواستیم که شما هم سهم بگیرین در برنامه، ما در خدمت شما میتونین تماس بگیرین. سلام بر شما آقای توحیدی، خیلی خوش اومدین. تشکر بسیار. سلام بر شما و بیننده عزیز. سلامت باشین. وقتی ما از برق یاد میکنیم، یکی خب همه ما میفهمیم که به چه منظور باید از برق استفاده بکنیم، ولی تا کدام حد همون نیازهای جدی و اساسی ما هست تا از برق استفاده بکنیم، همون نیازهایی که در اولویت قرار دارن؟ تشکر. البته شما خود میدانید که برق در شرایط کنونی در جهان اساس زندگی نمیسازد. با نبود برق شاید یک لحظه هم در جهان بیرون یک لحظه هم زندگی درست نداشته باشند و زندگی را بیشتر با مشقت و سختی ها روبرو میکنند. متاسفانه در افغانستان البته با مشکلات بیشتری روبرو هستیم از دید و ناحیه برق وافر. مجبور هستیم که از بدیل ها بیشتر استفاده از صورت میگیره. ضرورت اساسی و بیشتر افغانستان، حداقل که اگر ما به خاطر افغانستان برق وافر داشته باشیم، به 7500 میگاوات میرسه، در حالی که ما بیشتر از 1200 میگاوات بیشتر نداریم، یعنی 1200 میگاوات به کل افغانستان، یعنی یک حدود 70 یا 80 درصد در کل افغانستان ما برق کمتر داریم. خب دمی حالت هم ما تانستیم که شهرهای بزرگ را مثل شهر هرات، مزار شریف، ننگرهار، کابل و بعضی از شهرهای دیگر اساس حداقل انرژی برق مستفید بسازیم، تا وقتی که بنیادها و اساسهای بیشتری در این عرصه به کار میفته و ماشین های از این به حرکت در میاد. فعلا امو اساسات اصلی که بیشتر در اولویت قرار داره و ما میتونیم که از او نام بگیریم، فقط بیشتر بخش تنویر ماست، بیشتر بخش هم استفاده ضروری تکنولوژی است که ما تانستیم به او بخش بیشتر انرژی رو به مصرف برسانیم، و یک بخش بسیار کوچکی است از بخش های صنعتی است. در دیگر بخش ها که باید همکار زندگی ما وابسته به سیستم برق سازیم، تا فعلا ما در این بخش کامیاب نیستیم. چرا؟ از خاطر نبود انرژی برق. وقتی که یک شهر که در 7500 میگاوات برق ضرورت داشته باشه و کشور و دو 1200 میگاوات باشه، طبیعی است که فقط چیزای اساسی و بسیار زیاد ضروری از او استفاده میشه و بعد بخشای دیگه که باید در بخشای انکشافی چی خانوادگی، چی بخش صنعتی و چی هم بخش حکومت داری، تا فعلا آماده از هستن که شاید هم تا 10 یا 12 سال دیگر الک ما بتونیم تا 50% زیاد ما برابر بسازیم. اگر چون از افغانستان یاد کردن، جامعه خود ما رو بحث بکنیم، مثلا استفاده از برق و انرژی مثلا چی گونه هست در اینجا، مردم تا کدام حد مثلا امو به اندازه که شما یاد کردیم باید استفاده شد و خیلی به اون نکته توجه شود، یعنی اون مسائل چقدر مد نظر میگیره و استفاده چی گونه هست؟ متاسفانه باید بگم که بیشتر از مشترکینی که امروز ما در این بخش همکار هستند و یا مشترک ما هستند، یعنی میتونیم بگیم شاید 50-60% امو توسعه هایی که باید در عرصه مصرف انرژی به کار بگیرند به کار گرفته نمیشه. متاسفانه فرضاً در ایام زمستان میدانیم که ما خب در حدود 520,000 خانواده ما مشترک برق داریم. همیشه امروز ما اگر برق ما که اگر مشکلات تکنیکی و یا هم امنیتی نباشه، فعلا کابل پرچمی نداره، مگر در ایام زمستان ما به بیشتر از 60% پرچمی میرسیم. چرا؟
عوامل بیشتر از این در حالی که امی 300 مگاوات برقی که ما از ازبکستان یا تاجیکستان میگیریم خریداری میکنیم، در حدود 50 60 مگاوات که از برق حرارتی تولید میشه، در پهلوی از 70 مگاوات شبانه دیزلی هم روشن میشه. بله. مگر بازم در امزمستان ما با مشکل کمبود انرژی روبرو هستیم. چرا؟ به خاطر که مصارف درست خانواده ها و ببخشید مصارف نادرست خانواده ها عامل از این میشه که انرژی بیشتر مصرف شود، یک هموطن عزیز دیگه هم برق رسیدگی نشه و به خودشان هم فردا که بل بیشتر میه با بسیار مشکلات اقتصادی رو تحویل کنن. فرضاً از بخاری های برقی در ایام زمستان بیشتر استفاده صورت میگرفت، از وسایل پرمصرف برقی در اوقات پیک از 6 الا 10 شب بود استفاده بیشتر صورت میگرفت، از داش های از داش و از ای سی و ایر کندیشن های استفاده میشه. آقای توحیدی از بل یاد کرده، معمولا بل ها میاد در بسیاری از خانواده ها میگن ما قدر مصرف نداریم ولی زیاد آمده. همین موضوع را به می آخر از می رسیم. به خاطر از این خب وقتی که ای استفاده میشه طبیعی است که بالای انرژی مصرف فشار زیاد می، وقتی که فشار زیاد می حق یک خانواده دیگه خورده میشه، یعنی همه برق تو که مصرف میکنی یک خانواده دیگه از نور برق مستفید نمیشه، یک و دوم فردا تو مجبور هستی که بل بیشتر بپردازی. ما میتر داریم در پشت هر خانه، شما که هر چقدر برق مصرف کنید به میترتون می و چرا که تو مصرف نکردی من مصرف نکردم یه خانواده دیگه ای مصرف نکرده، پس چرا در زمستان ما پرچوی بیشتر داریم؟ برق چیز نیست که ذخیره شود. چرا در تابستان و در بهار ما پرچوی نداریم که در زمستان داریم؟ فلات مصارف بیشتر است و بیشتر با شکایت بعضی از متنان عزیز ما در بعد از ماه حمل که بل دوره اخیر زمستان میره بالا بیشتر میشه که برشنا بل بیشتر آورده و یا هم پول بیشتر آورده، چرا آل خو بهار است در حال که مصرف زمستانیشان است، یعنی در یک ماه تاخیر وقتی که بل میره مشکلات اقتصادی دامنگیر از نام میشه و دامنگیر خود هم بیشتر بسیار خوب. بیاین بیشتر روی این همه راه ها و مشکلات که در قسمت برق وجود داره صحبت ها رو میداشته باشیم با آقای توحیدی لحظات بعد. وقت خیلی کوتاه. بازم خیلی خوش آمدین، با شما هستیم. راه های بهتر استفاده کردن از برق موضوع امروز برنامه ما هست. آقای توحیدی همچنان با ما هستن. اگر شما چیز سوال دارین در قسمت میخواین نظرتون با ما شریک بکنین، 02-2293 هم فعال میشه و ما هم منتظر تماس های شما هستیم. از زمستان مثلا کم در رابطه با زمستان صحبت بکنیم که مصرف بیشتر از در خانواده های مثلا استفاده بخاری و همچون چیزهای برقی که بیشتر استفاده میشه، حالا اگر به یک برنامه خوب و هم استفاده بکنن و هم مثلا زیاد استفاده هم از برق نشه ولی در یک حدش باشه تا امو بل یا هزینهش هم بیشتر نبیاد، چگونه هست؟ میشه می روی راههایی که بهتر باشن؟ خب راه های حل ای است که از وسایل پرمصرفشان بیشتر استفاده نشود. وسایل پرمصرف ما بدیل داریم. اگر موضوع گرم کردن و تسخین خانواده ها هستن میتونند که از بدیل استفاده کنند. اگر موضوع محیط زیست است طبیعی است که اگر از زغال استفاده میشه زغال تصفیه شده میشه که استفاده شود، میشه از بخش گاز به احتیاط تر استفاده شود، از خب چوب میشه که استفاده شود چون با مشکلات مبرم نبود برق روبرو میشه. راه های حلش امی است که بیشتر از وسایل پرمصرف که استفاده نشه و وسایل ضروری را استفاده کنند، بخاطر که هم از بود اجتماعی از ببینیم اینا میتونند که یک هموطن دیگه شانه از تاریکی نجات بتن، شهرشان از تاریکی نجات بتن و اینا میتونند که بله پول خود کمتر بپردازن و یا هم به هر وقت زمان میتونند بپردازن. فرضاً شما اگر ماشتان فرضاً 10,000 افغانی باشه و شما پرمصرفی کنین وقتی که وقت بل برای شما می او 25,000 باشه شما چی گونه میتونید که شما بپردازید؟ اگر شما کم مصرفی کنین طبیعی است که 1,000-2,000 افغانی شما میتونید که پرداخت کنین و هم دین خودتان ادا کردین هم مسئولیت ملی تان ادا کردین یک هموطن دیگه تان از انرژی بد مصرفی ساختید. در پهلوی ازی ما وسایل پرمصرف اگر میخواهیم که استفاده کنیم و یا ضرورت مبرم ماست دیگه وسایل امکاناتش نیست، اوقات پیک در نظر بگیریم. اوقات پیک یعنی اوقات بیربار که بالای برق است در ایام زمستان از 6 صبح تا 8 صبح است. بله.
امی وسایلتان بعد از 8 صبح عیار بسازین، 10 روز، 11 روز، 12 روز، 3 روز و یا هم از 6 شام تا 10 شب پیک است، بیروبار است، میشه 10 شب با بات عیار بسازین. از 10 شب تا 11 شب میتونین که شما از استفاده کنین، تا 12 شب استفاده کنین. دو وقت باز ما میتونیم که تنظیمات درست تر داشته باشیم و برق وافرتر را به هموطن عزیز خود ما تقدیم کنیم. این مشکل ما شاید هم تا زمستان 2018 باشه، یعنی در زمستان پیشرویم که ما میایم شاید با می تو مشکلات روبرو باشیم، شاید بیشتر از این. چرا؟ کوشش ما به این است که ما امکانات و راههای حل ازی پیدا کنیم، مگر لاینی که آمده ظرفیت ازی از 300 میگاوات بیشتر نیست، ما بیشتر وارد کرده نمیتونیم تا وقتی که لاین جدید جور نشه. وقتی که لاین جدید نباشه از کجا شوه که ما ایر از کشورهای بیرونی ایر وارد بسازیم؟ و در زم در پهلوی ازی که میگم بیشتر شاید مشکلات باشه، شما ببینید روز به روز در کابل نفوذ زیاد شده میره. نفوذ زیاد است دقیقاً. وقتی که نفوذ زیاد شده میره طبیعی است که انرژی بیشتر میخواد، مصرف بیشتر میخواد. و اگر یک نان مرغ شما به دو نفر تقسیم کنیم نصف است، اگر به 100 نفر تقسیم کنیم شاید یک ذره ای باشه. به اون گونه میشه. از اگر خود روی مرکز کابل صحبت بکنیم، از لحاظ حالا که روی پرچوی ها هم گفتین در کدام نقاط بیشتر مثلا پرچوی ها هست، چی مشکلات وجود داره که میشه روی مازو هم خب بگیم؟ ما تقسیمات برق هر مشترک که استفاده میکنه بیشترین مشترکین عزیز ما گله به این میکنن که چون برنامه شما عاطفی تر است بگذارن که عاطفی تر صحبت کنیم، گله شون به این است که برای منطقه ما برق نیست، به منطقه فلانی برق است. این موضوع رو مرد میکنم. چرا؟ برای ما هر مشترک برای ما محترم است و ما نمیدانیم که در منطقه کارتی نو کدام کوچه کدام مشترک ما پولدار است و در پهلوی ازو که است و کدامش غریب است. این ما نمیدانیم. برای ما نمبر حساب است. ما که سیستم عیار کردیم و 10,000 مشترک یک بارگی حساب عیار ساختیم. اگر ما برق قطع میکنیم به 10,000 قطع میکنیم و اگر برق هم روشن میکنیم به بیشتر از 10,000 یا 12,000 که یک فیدر است روشن میشه. این موضوع بزرگ و خرده در میان ما نیست، همگی بر ما محترم است، همگی بالای ما حق دارد. موضوع پرچوی ها بازم در سه کتگوری است، کتگوری نخست، دوم و سوم. کتگوری نخست که است به ایره خودتان هم امروه شاید تایید کنین، حرامتن عزیز ما که ما رو میبینه او هم تایید میکنه، به شفاخانه هاست، به نهادهای امنیتی ما و شماست، به خاطر ریاست جمهوری ما و شماست، به خاطر نهادهای دیپلماتیک ما و شماست که همگیش عزت آبروی خود ما و شماست. در هر شفاخانه هر دردی که به هر متن ما میرسه به هر یکی ما و شما میرسه. از اون ملحوظ است که کاتگوری نخست ما است، میدان هوایی است که مسائل ملی است که دیگه ما تانستیم و کوشش میکنیم که کاتگوری نخست بگیریم. در صورتی که کدام مشکل بروز کنه ما اول ایجاد میکنیم. کاتگوری دوم ما خانه های پلانی است. خانه های پلانی فرضاً اگر شما در مکریان ها باشین، شاید اگر بیانگاریم که 100 فامیل است، از هم گذشته ها تا 100 فامیل است. ما برای اونا از 100 نه 200 فامیل آمادگی داریم قبل از قبل. فرضاً دیگه مکریان جور نشدن، امو مکریان است. خیرخانه امو خانه هستن. هر زمان قیمت اونا مو جا است. یعنی خانه هایی که داخل نقشه و پلان است. دوجا بیشتر اگر جور شود خب بلند منزل جور میشه، با ترانسفورمر افزودی که خودشون میخرن مشکل خود حل میکنن. اون کاتگوری دوم ماست که ما خوبترین برق در اونجا داریم. کاتگوری سوم متاسفانه خانه های غیر پلانی است. خانه های غیر پلانی بیاین آقای بیشتر... تردیر این بخش صحبت های شما را میداشته باشیم، یک تماس هم بگیریم. بینیده ما روی خط تلفن هستن. سلام بر شما، خیلی خوش آمده. سلام علیکم. سلام، خوش آمدین. بفرمایید. خدا معرفی. سلامت زنده باشه. خدا معرفی بکنین و موضوع رو هم حتما گرفتین. سوال اگر دارید میمار برنامه تون ما سوال روشون دمید چند روز پیدیم پایکوب نسوار یک برج 800 بود در گرفته، فعلا یک برج 600 آورده، بسیار پرچوی در تقریبا در روز 4 پیره 5 پیره برج پرچوی. همه ما از مسئولین نزید پرسان کردیم چرا برج 600 هست، 800 سوخت چرا 600 آورده. من وام مرا صبح دیگه صبح میگه که نه برج دیگه میره کمکی میره، ما منتظر شده میره شاو ببینید دو دفعه سه دفعه برق مون میره، رو چهار پنج دفعه برق مون میره. این مشکل چطور خواهد شد؟ بسیار خوب، تشکر برادر عزیز از یک تماس گرفتین در برنامه. بشنوین از طریق تلویزیون بفرمایید. خب موضوع غیر پلانی ساعت غیر پلانی است که امروز دشت بوده، بله دیروز دشت بوده، امروز خانه ها آباد شده و بشه گونه خود سر آباد شده که پرچوی ها بیشتر دوجی بیشتر تطبیق میشه. چرا که
بیرون از پلان کاری شاروالی و ما در اونجا کار میکنن. برادر طبیعی است که شما میدونید که با کمبود بودجه گاهی ما هم روبرو میشیم. بیشتر متاسفانه باید بگویم بیشتر از یعنی در حدود 9 میلیارد یعنی 9000 میلیون افغانی بعضی از نهادها و اشخاص قرض هستند. این افراد و اشخاص باش که بعضی مسائل در برنامه حسین جان دیگه بگیم. این افراد و اشخاص ما بیشتر کوشش کردیم که نام اینا را به رسانه ها بتیم، به پارلمان اینا را معرفی کردیم، به ادارات نهادهای امنیتی و عدلی و قضایی معرفی کردیم. خب یک اندازه فیصدی 0.1% یا کمتر از او حاضر به این میشن که پول خود بپردازن، مگر متاسفانه دیگه بازم به با دلایل نمیپردازن. اگر می پول بر ما میپردازن ما میتونیم که یک منطقه چی که یک ولایت دیگر از انرژی برق مستفید میسازیم. بیاین صحبتایتان با برادر عزیز می داشته باشیم. بازم یک تماس داره منتظر موندن. سلام خوش آمدین، بفرمایید. سلام وقت بخیر، سلام امور محترم، سلام تخنیکی. تشکر، زنده باشین، خوش آمدین. اگر موضوع را گرفتین مشنویم از شما نظر سوال. سای موضوع شما را گرفتی، موضوع شما ایسا موضوع خوب است. سای که وقتی که شما از درستنا یا ریاست برس کابل از سوهنگوی شده یا جواب مسئولیت تذیری باشه، وقتی که شما بله برقمی خانم در ماهی زمستان یا سوی ساد آل یا سی هزار این موضوع چه سی هزار می آید؟ این موضوع چه مسئولیت نیست؟ یعنی که برس همه بر که نمیت همه کنی بار این چه وقتی که گرفتیم موضوع شما. تشکر، سلامت. خب. گرفتیم سوال شما را ادامه خواهش میکنم از همکار تکنیکی یک دقیقه مرا وقت بدن که من بله. سوالشون به جواب نمونه. تا وقتی که مشکل تکنیکی از این برج حل میشه، برج 600، تا که یک البته ما گفتم که موضوعی کمبود بودجه‌ای داریم، تا وقتی که برای شما ترانسفر برای جدید نصب میشه، راه حل دفترش است که شما کم مصرفی کنید، اصل پر مصرف استفاده نکنین. هرگاه کم مصرفی کنین شما میتونین که برق خوبتر نرمالتر داشته باشین. تا وقتی که برج جدیدی و یا هم یک ترانسفورمر جدید 250 یا 400 دیگه بر شما نصب میشه و این موضوع رو ما انشالله که امرای رئیس برق کابل ایره پیگیری میکنیم. موضوع برادر ما که میگن ما یک شاهد داریم به نام میتر. هرگاه یک هموطن عزیز ما که بیشتر مصرف میکنه ده میترشون میرسه. هرگاه اگر شما اعتماد ندارین بالای میتر شما میتونید که یک متر دورتر یک میتر جدیدی با وسایلی که خودتان مدرن تر احساس میکنین بخرین، در پیش خانه‌تان نصب کنین در داخل اولیتان، ببینین که آیا این میتر با اون میتر تفاوت میکنه نمیکنه. هر صبح که میرین یک نظرم پرتین و ببینین که مصرف چقدر شده. بعد از باز اگر کدام مشکلی در میتر بیرونی بود ادعای شما به جا میباشه، طبیعی است اون میترتان که شما نصب میکنین باید ما هم چک کنیم، لابراتوار کنیم، سرغوش کنیم، برتان نصبش کنیم که خدای نخواسته درز برده نشد. اگر میتر بیرونی که شما اعتماد بالش ندارین اضافه مصرفی کرده بود، طبیعی است که میتر مشکل داره و برای شما پس اگر پول از شما گرفته شده دوباره برای شما پرداخت میشه و اگر نه مصرف شما بلند است پس به لحاظ شما مصرف بلند کردین. ما همیشه خبر میدهیم و میتیم به دوستای عزیز و مشترکین عزیز که کم مصرفی کنین تا پول کمتر بکنیم. بسیار خوب. حالا میخوایم روی برنامه های بیشتر که در این قسمت یا بخاطر هموطنان ما بخاطر برق افغانستان و این دوستان ما که بعضن شکایت ها و مشکلات را که دارن چه برنامه های بهتر مد نظر داره شرکت برشنا یا برنامه های که روی کار هست؟ برنامه های بزرگی داریم. اهداف بزرگی داریم که میتونیم بگیم در حدود 80% یک بخشش عملی شده. برق جدیدی که میه که ظرفیت 1000 میگاوات داره که 13 ولایت با انرژی برق وصل می‌سازد که از جمله ولایت مرکزی است، ولایت شمالی است، کابل است، ولایت چلوگر، پکتیا، پکتیکا، خوست است و از میدان شهر قندهار است. صحبت‌های شما رو می‌داشته باشیم. بازم تماس داریم، آخرین تماس برنامه رو می‌گیریم، می‌بینیم کدام بیننده ما هستن. سلام، خوش آمدین، بفرمایید. سلام علیکم. سلام، خوش آمدین، بفرمایید. سلام علیکم. اومد که خیلی در کتل خیفانات در این سایدکی ما از در سرک مجدار خیلی بله از اونجا از بیکران خب متاسفانه تماسشان قطع شد، درست نگرفتیم سوالشان. خب ادامه صحبت هاشون بدوشت.
لاین بزرگی که وصل میشه 100% کابل از انرژی برق به شکل 24 ساعته از انرژی برق مستفید میشه. ولایات لوگر، پکتیا، پکتیکا، خوست و همچنان از میدان وردگ، از نیز زابل و کندهار هم از انرژی برق مستفید میشن و بیشتر از 2.3 میلیون خانواده از انرژی برق مستفید میشن. مشکلات میتر که پروژه دیگه ماست که بالای ازی کار جریان داره و این کار ما بسیار جدی گرفتیم، سمارت میتر ریدرنگ است. اگر یک شخص و فردی که میتر هم میخره و در پیش خانه از او نصب میشه و یا میتر به خانه از او نصب میشه، فرزن پیش خانه یکی از همکارای شما و اونا پول خود نمیپردازن، تاریخ موعود فرزن 30 سنبله است و اینا 31 32 سنبله میتن، ما برای اینا یک پارچه روان میکنیم که تاریختان پوره است و شما پولتان بپردازین. اگر اونا پول خود نپرداختن، برق از اونا از دستگاه از داخل دفتر خود ما، یعنی از یک کس عملا نمیره که برق از برق قطع کنه، از پشت خانه میرن، از اون پشت دفتر خود بردن خانه از در مکریان و از پلوچرخی دستگاه ماست، از دستگاه از پلوچرخی برقشان قطع میکنه که افکن پول مردم دیگه ای که حقداری از او هستن که باید با او پول با اونا انرژی برق برسه، اونا از انرژی برق مستفید شون، او پول اونا دیگه خورده نمیتونن و این پولشان باز از او قطع میشه. آخرین سوال که از برادر ما فکر کنم به همکارا گفتن، گفتن وقتی که در قسمت کوتل خیرخانه گفتن که وقتی میتر میخوانن چیز ما مقدار که در میتر نوشته میشه از او بیشتر در بل هست، همچون چیز وجود داره یا نه؟ شما میشه نه خیر، اگر هموطن عزیز ما یک موضوع میشم بر شما بگم، شما خودتان بیشتر یک نفرم اگر در خانه یک کسی باشه که خط و نوشتن بیشتر یاد داشته باشه که ماشاءالله بیشتر از خانواده های محترم بیشترین افراد داره، اگر یک نفر هم ولو که باشه، شما حساب نمبرتان ببینین و یا هم صرفیتان، صرفی حالیه و صرفی گذشته. شما صرفی گذشته را از حالیتان منفی کنین و صرفیتان بر شما معلوم میشه که شما چند صد کیلووات مصرف کردین. 10 کیلووات مصرف کردین، 1000 کیلووات مصرف کردین. و او یه رنج برای شما داده شده. اگر شما 0 تا 200 مصرف کردین، 2.5 افغانی را ضرب میزنین. از 200 الی 400 3.75 پول را ضرب میزنین جدا. اگر از او بالا هست تک 5.5 افغانی رزرو میزنین، همه پول جمع میکنین، میبینین که آیا به مو میت به مو بله که برای شما آمده به مو مقدار است یا بیشتر است. اگر بیشتر آمده و یا هم همخوانی با میتر شما نداره، دیگه کارمند ما مقصر است. و اگر همخوانی با میتر شما داره و با سیستم حساب داره، باز شما لطفاً پولتان تحویل بدید. بسیار خوب، وقت ما تمام است. تشکر آقای توحیدی که در برنامه تشریف آوردین. سلامت باشین. تشکر میکنم از همه شما دوستان عزیز و دوستان ما که تماس گرفتین. ان شاء الله سوالات که داشتین حل شده باشد. این بود برنامه امروزی که تقدیمتون کردیم. تا دیدار بعد، همه شما به خداوند یکتا بسپارم. خداوند نگهدار همه ما شما.